این پیتزای توی مایتاب است. برای بچه کانال مرداد پس باید اینجوری بزنن. ببین دور خمیر رو نگاه کن، تو نرم بافت و نگاه کامل پخته اینجا رو داشته باش. این پیتزا با خمیر دستساز توی مایتابه درست شده. حالا صداشو گوش کن. اونایی هم که فر دارید فر خونتون رو بکنید بندازید آشغالی تا آخر این ویدیو با من باش. عادیه. آسون ترین خمیری که میتونید درست کنید رو میخوام بهتون یاد بدم. من این گوشتا رو تفت میدم تا نازه کارش آماده بشه. مایه خمیر و شکر و پودر سیر رو اصلا همه رو با هم قاطی کردم. میدیدم این وسط مایه خمیر فوری. مایه خمیر فوری و شکر و آب گرم برم بیارم. آب و آروم اضافه میکنیم تا این خمیر مایه هم قشنگ حل بشه با شکر. بعد آروم آروم بهش آرد رو اضافه میکنیم. این گوشتا رو اولش همینجوری خالی یه خورده با روغن خیلی کم تفت بدید. پیتزایی که نازی میخواد درست بکنه پیتزاییه که فر نداره. پیتزایی که فر ندارن مواد روش رو ما باید بپزیم، یعنی ما ماده خامی داخلش نمیریزیم. یا حتی اگه مثلا قارچ هم میخواید بریزید قارچ خیلی نازک باید برش بزنید که آب نندازه. گوشت هم قشنگ تفتش میدیم. رنگش که عوض شد ادویه هاشو بهش میزنیم. ادویهش چیه؟ یه خورده میتونی بهش زنجبیل بزنی، یه خورده فلفل سیاه بزنی با یه خورده نمک. حالا پودر سیرم اگه خواستی میتونی یه خورده داخل بزنی خوب میشه. بله من نمکم اضافه کردم. بعد به این گوشته شما پودر پیاز بزنید خیلی بهتر از پیازه، چون پودر پیاز آب میندازه. بعد چون ما فر نداریم موقع پیازتون خیلی پیتزاتون خیلی خمیری طور میشه. ما واقعا الان فر نداریم، فر خودمون سوخت. اشکال نداره، حالا باید ببینیم یا درستش کنیم یا عوضش کنیم. فر برقی دیدم اصلا فرای ایرانی شده 17 میلیون تومان. من برم یه دستکش بیارم. اینو با دستکش یه ذره ماساژ بدم. اینم رنگش عوض شد. من یه خورده نمک بزنم بهش. ببخشید از سر صدا. این چیه؟ این دوتا؟ پودر پیاز و پودر سیر. زردچوبه من نظرم اینو نزنم، خیلی کم میزنم، خیلی، چون مزهش خوب نمیشه تو چیز. فقط همین در حدی که گوشت و یه ذره طعم بهش بده. همیشه متریال روی پیتزا رو مهدا خیلی خوب میشناسه و میزنه، واسه همین من دخالتی نمیکنم. نازی استاد خمیر پیتزاه، همیشه توی خونه خمیرا رو نازی درست میکنه. به خاطر همین من امروز گفتم نازی تو بیا خمیر رو که خودت درست میکنه، چون دیدم خیلی هم راحت درست میکنه. گفتم بیا اون خمیره رو یاد بده، حالا منم یه پیتزای ساده و سالم، یعنی اگر پنیر با کیفیت استفاده بکنین با گوشت چرخ کرده و یه خورده قارچ و یه خورده فلفل دلمه ای میتونید واسه بچه‌هاتون عزیزانتون یه پیتزای سالم درست کنید. سوسیس کالباسی نباشه. خیلی از عزیزانم فر ندارن. بله و این واقعا اذیت میشن. حالا یه تکنیک یاد میدم امروز که قشنگ یه پیتزا از این پیتزا نمیشه. مایتاب میذاری درشو میذاری زیرشو مثلا کم میکنی، نه که خیلی حالت فر تو شبیه سازی بشه و خروجیش خروجی قابل قبولیه. این خمیرمون رو نگاه کنین الان یه ذره چسبندگی داره، یه کوچولو بهش آرد اضافه میکنیم از این حالت چسبنده در بیاد. بعد توی مایتابه من پهنش میکنم تو همون هم استراحت. همیشه خمیری که نازی درست میکنه رطوبت خمیرش رو بالا میگیره. یعنی من خودم رطوبت خمیرم رو کمتر میگیرم، یا همون هایدریشن یا هیدراتاسیون فرقی نمیکنه. خمیرش اینجوری به دست میچسبه. حالا اگه ما توی این تصویر داشته باشیم نگاه کن خمیرش اینجوریه، قشنگ حالت میگم رطوبتش زیاده. مثلا یه ذره دستمو چرت میکنم بعد بازش آره. میکنم. این گوشت چرت کردم عالیه. قارچش هم یه تفت کوچیک بدم. قارچش هم بریزم این بغل. آره.
که دیگه قارچه آب نندازه. بعد پیتزای توی چیزم نکتهش اینجاست که پیتزای بدون فر شما باید پنیر پیتزاشو خیلی زیاد نریزی، اگه زیاد بریزی پیتزا حالت خمیر پیدا میکنه، اینو باید حواست باشه، خمیره پیتزاش خیلی زیاد نباشه. خب این قارچ هم نگاه کنید آماده شده، ببینید این دیگه آب نمیندازه. فلفل دلمه ای هم اضافه میکنم به همین گوشت، فقط داشته باش که فلفل دلمه ای رو دیگه خیلی تفتش نده، همین با یه حالت بین خام و پخته داشته باشه. نکو این از این با قارچ هم مخلوط، عالی. این میشه یه دونه پیتزای باحال خونگی، از این پیتزا خونگی هاسا که اصلا مزهش با پیتزای بیرون فرق میکنه. خب یه ذره روغن من کفش میزنم. خب با آردم میشه درست کرد. خب اینم آماده است، یکم به کف دستم هم میزنم که این راحت باشه. این چقدر ساده میتونید یه دونه پیتزای خونگی خوشمزه درست کنید. گوشتو نذارید زیاد اوورکوک بشه ها. پیام های بازرگانی. آها اینا الان نازه خیلی خوب داره رعایت میکنه. خمیر پیتزای توی مایتابه نباید خیلی نازک باشه، چون تایم پختش طولانی تره و اگه خیلی برید سبک ایتالیایی و اونورا سریع خشک میشه و میسوزه. به خاطر یک از دلایلی هم که ما رطوبتشو بالاتر میگیریم همینه که خمیر طاقت پذیرفتن حرارت بیشتری رو داشته باشه تو زمان پخت بلندتر. یه نکته دیگه ای هم که خیلی اشتباه میکنن و اینو درست میکنن اینه که ارتفاع ظرفشون خیلی زیاده و دری که میذارن خیلی بالاست. خب این نباید اینجوری باشه، چون ما از بالا حرارتی نداریم، یعنی منبع حرارتی نداریم، باید یه دری براش انتخاب بکن. یعنی اینجا باید یه خورده خلاقیت به خرج بدی، این خلاقیت رو باید به خرج بدی که این ارتفاع اون در با اون پیتزا تو حداقل ممکن باشه و کناره های در بتونه در رو هوا داشته باشه که هم عرق نکنه هم حرارت از زیر میاد بالا تو سقف در، حالا میخواد فرار کنه، وقتی پایین فاصله داره دوباره یه گردش هوای ایجاد میشه، از پایین میاد که خارج بشه، این باعث میشه لبه های دور پیتزا هم از بالا خوب پخته میشه. حالا من برای این چی در نظر گرفتم؟ به نازه خانم گفتم یه ذره کمتر اینو بازش کن، ولی خب باز کرد دیگه. خب حالا اینو نگاه کن، این یه دونه ظرف پیتزای 32 سانته. خب شما میتونی اینو بیرون از جایی که مثلا لوازم قنادی و آشپزی اینو میفروشن دارن، نگاه کن اینو که میذارم روی این، ببین چه اتفاقی میفته. نگاه کن اینقدر کلن ارتفاعشه، بغلا نکن خلاصی رو میبینی در روه هوا داره از بغل و خوب میتونه، یعنی شبیه سازی میکنی یه فرو. خب این خیلی مهمه، من فقط وظیفم این بود که اینو بگم دیگه، بقیهش با شما نازی خانم. بله. بعد خب شما خودت میریزی اینا رو یا من بگیرم؟ فرقی نمیکنه، من چند تا چیز میزنم، چند تا اینجوری حفره توش بزنید که بتونه خمیر نفس کش داشته باشه، و بهتر اینه که شما همین دره رو بذارید روش تو همین دمای محیط، این خمیر رو بذارید 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه که یه خورده ور بیاد، الان زود نچینید روش. نکنید حالا من الان همین کارو میکنم براتون. روش یه کیسه فریزری همین دره هم که الان گذاشیم خوبه، آره یعنی رو داشته باشه، بذاریم یه ذره پف کنه بریم بیایم که مواد رو بچینیم. آره خیلی راحت اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، میذاری همینجوری تو دمای محیط بذارید تقریبا نیم ساعت بمونه که خود ور بیاد پیتزاتون پوک بشه خمیرش، خمیرش خیلی عالی میشه. بریم ببینیم خمیر چی شد. به 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 خمیر رو نگاه کن، قشنگ ور اومد. این میشه حالا اون خمیر پیتزای شایسته.
ببین من کفش و سس باربیکیو میخوام بزنم، میتونی خودت سس دستساز آموزشش تو کانال گذاشتم از اون استفاده کنی، میتونی سس قرمز، سس سفید، ولی این پیتزا چون قارچ و گوشته این سس باربیکیو بهش میاد. یه خورده دور خمیر رو آزاد میذاریم و یه مقدار کفش رو سس میزنیم. یه نکته ای که من همیشه تو پیتزا میزنم، شما هم رعایت کنید ضرر نمی کنید، اینه که کف پیتزا رو من ترکیب نمک و پودر آبیشن میزنم. این خیلی طعم پیتزا رو خوب میکنه، اون نمکه اون حالت بی نمکی پنیر پیتزا رو میگیره و یه طعم خوبی به پیتزات میده. زیاد نزنی شور بشه. اون آبیشنی هم که کف پیتزا میزنی پنیر که آب میشه با پنیر اصلا مخلوط میشه، پیتزا یه طعم خوبی پیدا میکنه، خیلی بهتر از اینه که بپاشیش روی پیتزا. خب این از این دو رو داشته باشید که چقدر فاصله داره سوسمون با دور، یه مقدار خیلی کم. خب حالا یه مقدار از همین آبیشن، یه مقدارم نمک کارو در میاره. خب حالا بریم سراغ پنیر پیتزا. گفتم نباید خیلی زیاد بریزید پنیر پیتزا رو، یه لایه نازک بریزید. نکنید، انقدر کافیه، چون بیشتر از این بریزی خمیر میکنه کارو. خب حالا بریم سراغ مواد روش. دقت داشته باش، بعضی ها جای پودر آویشن آرگانو میزنن، اونم خوب میشه. خب اینم ترکیبه قارچ و گوشت ما. حالا روش من دیگه زیتون نداشتم، مثلا میتونید زیتون هم بریزید، زیتون سیاه باشه عالی میشه. فقط اگه خواستید بریزید زیاد زخیم برشش نزنید. جانم به این پیتزای سلامت. خب آماده میشه که درشو بذاریم و همیشه میگم بره تو فر، الان باید بره روی گاز. روی گاز هم اگه داشتی شعله پخش بذار، اولا بذار شعله پخش خوب داغ بشه، بعد اینو بذار روش. اولش یه خورده زیادش بکن، بعد که یه تقریبا اندازه مثلا زیر یک دقیقه داغ شد زیرشو ملایم بکن، بذار تقریبا یه چیزی هلوش 10 دقیقه زمان میبره که بپزه، منتها باید چکش بکنی. A few moments later. ببین چه پیتزایی شد. فقط پف و ببین چه پفی کرده خمیر. میخواین درش بیارین باید توی یه حرکت همچنین جانگولری که لبش خراب نشه. خب زیرش عالی شده، حالا برای روش. روش اگه خواستی پرفکت بشه، یا میتونی با یه دونه از این گازا که اسمش تورچه بگیری روشو انجام بدی، هم میتونی بذاریش توی مایکروفر، از گریل مایکروفر استفاده کنی. مایکروفر رو خیلی دارن تو خونه هاشون، یا سولاردم یا مایکروفر، از رو گریل اون استفاده کنی. الان خمیر عالی شده، حالا من الان روشم با این یه خورده برشتش میکنم، یه خورده اینجا ژانگولر بازی داره. خب
خب عالی شد. دیگه نگران فر نداشتن نباشید. این ترچا مثلا 100 تومن 120 تومن با کپسولشه، یعنی اصلا یه چیزیه که خیلی راحت میتونی تهیهش بکنی. ببین فقط چه پیتزای حالت امریکن استایل باحال. من هنگ میچرخونم که یه بره تختم خط بیفته، محافظت از داستان. اینجا داریم دستگی رو، اینم زیرش هم نشون بدم. زیرش وکس. ببین عالی. حواستون هم باشه، ببین خمیرش میگم نباید خیلی نازک باشه، این نکتشه. تایم پختش هم تقریبا 12 دقیقه است. خیلی سری میپزه. آره. برم نداشید خیلی راحت میتونی یه پیتزا دو نفره باحال بزنید حالشو ببرید. اصلا نصف قیمت واقعا، درسته؟ آره قیمت که اصلا خیلی فاین. کیف کن نکن. عالی. کش چی میگه؟ کش چی میگه؟ پیتزای توی مایتاب هستا. کانال حتما لایک و سابسکرایب بکنید، کامنت حتما طرفدارای نازی یادتون نره کامنت بذارید، آشپزیه که نازی میاد ازش حمایت بکنید. ممنون از حمایت همیشگیتون. منم که مخلصتون هستم. کانال اگه سابسکرایب کنی زنگوله رو بزنی، ویدیوهای جدید واسهت نوتیفیکیشن میاد و تو پیشنهادات هومت میاد تو یوتیوب. مخلص. خدافظ.